میخوام با این شروع کنم. آیا خسته شده اید؟ تا آخر نگاه کنید پس. این ویدیو چهارمین ویدیوی یوتیوب من در مورد مودبورد هست و از تمام کلیشه ها میخوام برم بیرون و چند تا چیز خفن بهت بگم در مورد ساختن مودبورد. حتی اگه بار اولت و ویدیوهای قبلی هم ندیدی، این ویدیو 100% به دردت میخوره و دیگه نیازی نیست ویدیوهای دیگه ای ببینی. خب شروع میکنم در مورد مودبورد. مودبورد چیه؟ مودبورد خودش یا تنها یا به همراه پورتفولیو میاد که اکثر مواقع به همراه پورتفولیوه، ولی یه جورایی مقدمه پورتفولیو. پس تو حتما باید مودبورد رو بدونی چیه. حالا خیلی خیلی صریح بخوام بهت بگم، آدمایی که از تو مودبورد میخوان بهشون نشون بدی که تو فکرت چی میگذره و چه چیزایی روی چه مفهوم و چه کانسپتی اومدی جلو که به این درجه رسیدی که همچین لباس های طراحی بکنی. حالا مودبورد صرفا برای لباس و فشن و اینا نیست، برای هر چیزی ممکنه اتفاق بیفته. اولین چیز اینه که بگردی ببینی چه چیزی توی فکر توی که مثلا بر اساسش میخوای مودبورد فشن درست بکنی. یه جمله خیلی کوتاه بهتون بگم که بدونید برای مودبورد ساختن، مودبورد فشن ساختن، باز هم چیزهای متفاوت وجود داره. دیجیتال فشن داریم، نمیدونم الگوسازیشو داریم، تمام اینا میتونه مودبورد داشته باشه. و ولی من الان میخوام مودبورد فشن دیزاین رو باهاتون بگذرونم که چه اتفاقایی داخلش میفته. تقریبا تایتلا برای تمام مودبورد ها یکی هست، ولی پروسه ها و راههایی که میریم یه کوچولو متفاوته. اولش اینه که با همشون هم مشترکه، چه جوری جمع آوری کنیم داده هامونو. مثلا فکر میکنم که من دوست دارم در مورد چه چیزی لباس من قرار نشون دهنده چه چیزی باشه و اون چیز میشه کانسپت من، میشه ایده من. حالا ایده من چه چیزی میتونه باشه؟ ایده شما همه چیز توی اطرافتون میتونه باشه، ولی چیزی که شما رو متمایز میکنه از آدمای دیگه اینه که نشون بدید که چقدر متفاوت تر از بقیه فکر میکنید. مثلا نه در مورد رنگا، درخت، گل، نمیدونم ماهی، حتی فرش الان تازگی ها دیدم خیلی کار میکنن. چیزای معمولی که همه کار میکنن رو دنبالش نگردید. بیاین در مورد این نگاه کنیم، مثلا در مورد بیماری ها، دپرشن، تروما، در مورد مثلا کپک، پس خودتون رو محدود نکنید به اینکه چه چیزایی بقیه کار میکنن یا چه چیزی ترند هست. خب چون که از اینا میتونید یه دونه مودبورد بسازید، ولی مودبوردی نیست که جواب بگیرید. بعد حالا چه چیزایی من وقتی اینکه کانسپتمو درست کردم، وقتی اینکه کانسپتمو توی فکرم آوردم، حالا چه کار باید بکنم، چه چیزایی باید جواب آوری بکنم؟ خب خیلی خیلی ساده تر از چیزیه که فکر میکنید. مثلا من میشینم پیش خودم فکر میکنم که من کانسپتم چه؟ کانسپت من در مورد سدنس ناراحتی است. حالا ناراحتی ها قبلا کسی کار کرده، یه سرچ میزنم مثلا نگاه میکنم، اگه دیدم تعدادشون خیلی زیاده، اگه دیدم یه چیز تبدیل به یه چیز ترندی شده، قطعا باید از اون بیام بیرون، باید برم یه چیز دیگه ای پیدا بکنم. ولی اگه دیدم نه تعداد خیلی زیاد نیست، میتونم نگاه بکنم و ببینم از چه چیزایی استفاده کردن. مثلا یکی از جاهایی که میتونید خیلی خوب سرچ بکنید سایت بیهانس هست. سایت بیهانس همه چیز توش هست،
از مودبورد و پورتفولیو نمیدونم هر چیزی فکرش بکنی توش هست. توی بهانس مثلا سرچ میکنم سدنس، میگم پایین نگاه میکنم تعداد ویوها، تعداد لایک ها، آیا این موضوع پرطرفداری هست. مثلا اگر یک نفر یا مثلا 4 نفر درست کردن در مورد سدنس، آیا خیلی لایک و ویو خورده و چه چیزی توی اینا بوده که باعث شده که این موضوع برای بقیه خفن به نظر برسه. شما توی مودبورد باید دنبال پترن باشین، دنبال رنگ باشین، دنبال استایل باشین و غیر از اینا این مودبوردتون اگه یکی نگاه میکنه باید بفهمه تم این مودبورد چیه. خب شما میدونین که ما تمای متفاوتی داریم، بوهیمن داریم، استریت ویر داریم، مینیمال داریم، تمام این تم ها هست و همه اینا باید از یه تم باشه. مثلا شما نمیتونی به عنوان رنگ و آوتفیت و نمیدونم استایل و بقیه چیزات مثلا بوهیمن باشه، بعد بیای مثلا یه تونه چی بهتون بگم یه پارچه مثلا مینیمال بذاری، همچین چیزی کارو در نمیاره. غیر از این موضوع باید بدونی که مود بورد هم دیجیتالی میتونه کار کنی هم به صورت فیزیکی میتونه کار بکنی، که معمولا الان دیگه کسی دنبال مود بورد فیزیکی نمیگرده مگر اینکه تو دیگه بخوای بری یه جای کار بکنی که ازت درخواست مود بورد فیزیکی وقتی که استخدام شدی بکنن. یعنی تا قبلش به عنوان مثلا نمونه کار اینا کسی ازت درخواست مود بورد فیزیکی نمیکنه. و حالا یه چیز دیگه، وقتی میخوای عکس‌ها رو جمع بکنی، پترنا، رنگا، استایلا رو جمع بکنی، باید کجا بگردی؟ دوباره همون سایت یه گفتم، بیهانس رو میتونی بگردی، اینستاگرام، پینترست، خودت میتونی عکس بگیری. مثلا داری تو خیابون یه جایی میری، یه بافت درختی نمیدونم، یه جاده، یه حال، یه آدم. مثلا من اگه سدنس هستم، کانسپت من سدنس هست، اگه یه آدم توی خیابون ببینم که یه حالی داره یا مثلا یه لباس پوشیده که به اون تم و فکر ذهنی من میخونه، حتما ازش عکس میگیرم و اون عکس رو استفاده میکنم. مثلا یه چیز دیگه هم بهت بگم، اگر که عکسی یا پترنی یا چیزی نگاه میکنی یا پیدا میکنی، اگر که مثلا از یه تیکش خوشت میاد، زوم نکن رو این تیکه، فقط اون تیکه رو عکس بگیر. خب عکسای دیگه هم بگیر، چون همیشه یه چیز خیلی معروفی برای مودبورد هست، میگن تو همیشه میتونی کالکت کنی بعد کات کنی. یعنی هیچ وقت اون دوری، مثلا من یه لباسی رو خیلی دوست دارم ولی سعی میکنم مثلا فقط از لباسه بگیرم، مثلا کیف یارو توش نیفته، خب این بهتره که تو اول اکثر نگه داری، چیزی رو کات نکنی، چیزی رو زوم نکنی، بعدن این کار رو انجام بدی. سایت های خیلی متفاوتی هم هست که تمپلت های متفاوتی داره، ولی باور کن که تو اگر تمپلت نخوای از جای بگیری و روی تمپلت کار نکنی، بازم کارت در میاد. یعنی یه چیز خفن دیگه ای که هست در مورد مودبورد اینه که هیچ راه غلطی برای درست کردن مودبورد وجود نداره. یعنی تو اگه یه سری استاندارد رعایت بکنی، بعد تمپلت نداشته باشی، یا اینکه مثلا طرح چینش عکسات متفاوت تر از بقیه باشه، هیچ راه غلطی، هیچ کار غلطی نکردی و اون کار تو در میاد. حالا من خودم به شخصه مودبورد رو همه چیز درست کردم، از ایلستریتر، از فوتوشاپ، کانوا، پروکریت، یه جای بیهنس، یه جای دیگه هم هست که من تا حالا کار نکردم باش، اسمش آدوب سپارکه، که دیدم خیلی همه کار کردن و ازش راضی هستن، ولی من تجربه ندارم در این مورد که بهت بگم. چیز مهم در مورد مودبورد اینه که تا میتونی کریتیو باشی، تا میتونی خلاق باشی، نگاه کنی مثلا ببینی که چه موضوعی خفنی میتونی پیدا کنی، یا مثلا از این موضوع چه عکس خفنی میتونی در بیاری. و بعد از اینکه عکس و رنگ و تمام اینا رو درآوردی، میچینی روی هم دیگه، خودتو محدود نمیکنی به چیز خاصی، مثلا این رنگش، این رنگ دوست ندارم، یا مثلا این لباس مثلا شلوارشو دوست ندارم، تاپشو دوست دارم، همچین چیزی وجود نداره. حتما
باید لباس رو داشته باشه، کالر پلت تو باید داشته باشی. یعنی مثلا نگاه میکنی تو تمام اکسا ببینی این اکسا چه چیزایش تو همه مشترکه. بعد از یه مثلا 200 عکسی که جمع کردی، 200 پترن و آرت و اینایی که جمع کردی، میبینی این نگاه کن چقدر جالب، همه اینا با هم دیگه ربط دارن. حالا اونایی که ربط ندارن رو جدا میکنی، اونایی که ربط دارن رو نگه میداری. الان که نگه داشتی باید یه کالر پلت درست کنی. این کالر پلت مثلا رنگ آبی، مثلا رنگ سبز، رنگ یه سری رنگا توش خیلی مشترکه و بعد 4 تا کالر پلت داشته، 4 تا رنگ داشته باشه توی یک کالر پلت حداقل، و اونو حتما باید اد بکنی توی مود بوردت. مورد دیگه ای حتما حتما باید فابریک سواچات رو داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی جنس پارچت خیلی مهمه. تو میتونی بری پارچه فروشی بگیری، یا اینکه میتونی اگر داری به صورت دیجیتال کار میکنی باز عکس پارچه هم خیلی کمکت میکنه. اینا رو حتما به صورت جدا باید، یعنی کالر پلت رو که گذاشتی حتما فابریک سواچات هم باید بذاری، چون خیلی خیلی مهمه. یکی دیگه هم که خیلی مهمه انجام بده اینه که تو حتما یه چی بهش میگن؟ یه خلاقیتت از خودت باید به جا بذاری. حالا این خلاقیت چی میتونه باشه؟ مثلا میتونی خودت با دست یه سری چیزها بکشی، یا این که مثلا یه سری طراحی کنی، نقاشی کنی، مثلا حتی کلاژ کنی روی اینا. مثلا ایده که من الان به ذهنم میرسه اینه که من یه دونه مثلا عکس از یه لباس گرفتم و این لباسه مثلا یه دامن پفی داره. حالا من میام از اون فابریک سواچی که پیدا کردم، از اون پارچه که دوست دارم، روی این میچسبونم، خب، و بعد دوباره یه عکس دیگه ازش میگیرم. نگین که تو گفتی دیجیتال ولی الان دیجیتال نیست. چرا؟ بعد از این که همه این کار رو کردی میتونی این کار انجام بدی و خیلی بهت کمک میکنه. یکی دیگه از چیزایی که باید داشته باشه، حتما باید یه چند دست لباس توش باشه، چند دست لباسی که تو دوست داری. یکی دیگه از چیزایی که خیلی آدما میخوان ازت که بهشون مود بورد بدی اینه که نگاه کنن ببینن خط فکری تو چیه، تو کلن تو چه حال و هوایی هستی، چه چیزهایی میپسندی. مثلا کار شلوغ دوست داری، مینیمال دوست داری، نمیدونم رنگای شاد دوست داری، رنگای تو چش دوست داری، یا میخوام ببینن سبک چه مدلیه. خب و این سبکت خیلی نشون میده که مثلا با اون برندی که میخوای کار بکنی آیا سبکت با سبک این برند هماهنگ هست یا نه. یکی دیگه از چیزهایی که دوباره توی تم غیر حالا مثلا بوهیمن و نمیدونم بقیه چیزا هست اینه که حتما حواست باشه مثلا یک کار شلوغ و کنار یک کار مینیمال نذار، چون اینم دوباره سبک محسوب میشه. یا مثلا کار لاکچری و کنار استریت ویر نذار، اینا اوکی نیستن. اصلا میتونی تقسیم بندی کنی، مثلا چند تا دونه مود بورد درست بکنی. اگه فکر میکنی با یه دونه مود بورد به نتیجه نمیرسی، مثلا 3 تا 4 تا مود بورد درست بکن، بعد ببین آخرش چی شده، چه اتفاقی افتاده، کدوم بیشتر از همه اینا دوست داری، و میتونی هم تقسیم بندیشون کنی. مثلا به عنوان فصلی میتونی تقسیم بندی کنی، مثلا اینکه اینا الان مثلا استایل کاری هست، اینا مثلا استایلای اینا فشن ترنده، اصلا این مود بورد کار کردم مود بورد فشن مود بورد ترنده. لکنت گرفتم. یه چیز دیگه یکی از چیزایی که کسی بهتون نگفته، سیلوئت و شیپ توی مود بورد بسیار 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 مهمه. حالا سیلوئت چیه؟ اگه هیچی نمیدونی در مورد سیلوئت و شیپ و فشن و اینا، بهت بگم که مثلا یه آدمی مثل من لاغره و قدش هم معمولی، قدش بلند نیست. خب اینه که میگن رنگ سفید به فلانی میاد، رنگ سیاه به فلانی میاد، اینا یه سری استاندارد بر اساس سیلوئته. یعنی هر کسی باید ببینه سینش بزرگتره، باسنش بزرگتره، رونش بزرگه، آیا چاق، چاقیش در کدوم قسمته، و طبق اینا شیپ و سیلوئتی که میخواد از خودش بقیه پرزنت کنه رو باید نشون بده. مثلا
من دلم میخواد که روی بازوام، روی شونه هام فوکس کنم، مثلا این قسمت رو بیشتر نشون بدم، این قسمت بیشتر توی چشم باشه، یا مثلا دلم میخواد که نه پاهامو بلندتر نشون بدم، دوست دارم پاهام بزرگتر به نظر برسن، دوست دارم کمرم باریکتر بشه. ببینید یه شیپی هست، شیپای متفاوتی داریم. این که مثلا میگن گلابی و سیب و اینا سیلوئته، اینا سیلوئت هایی که تو دوست داری خودت رو نشون بدی یا نه. و اینا رو حتما حتما باید وقتی آوتفیت ها رو میاری باید این شیپ و سیلوئت ها رو نشون بدی توی این آوتفیتت که مثل هم باشن. و در آخر وقتی تمام این کارا رو کردی، همه چیزای مشترک رو تو هم پیدا کردی، حالا میرسه به دسته‌بندی و پخش کردنشون روی صفحه. روی صفحه باید به صورت بالانس باشه، یعنی اگر توی چیزی از زیبایی شناسی نمیدونی باید خیلی سریع و راحت بهت بگم یه قسمت نباید پر باشه، یه قسمت انقدر باشه. تمام عکسای بزرگو نباید سمت چپ بذاره، عکسای کوچیک اینجا باشه، عکسای یه ور نمیدونم اسمش چه، عکسای یه ور، نقاشیای یه ور، کالر پلت یه ور، این عین خورش بادمجونه که تو بادمجون میذاری و گوشت میذاری و گوجه رو میذاری و اینجوریش نکن، این مود بورده. خب مود بورد باید پخش باشه، باید بالانس باشه، باید همه چیز با هم دیگه تو چشم بیاد، نه اینکه وقتی نگاه میکنم فقط یه چیزو ببینم. این اصلا مود بورد درست. در آخر وقتی همه این کارا رو کردی، الان میرسه به امضا کردن کار مود بورده. حالا امضا کردن چطوری میتونه باشه؟ ببین باید بگردی مثلا یه سری فریم برای کارات درست بکنی، مثلا 10 تاشو مثلا داری، مثلا 6 تا فریم بکشی، یه دونه نکشی، یا نمیدونم کنارش گل و بوته بکشی، نمیدونم از تایپوگرافی استفاده بکنی ولی از چند تا فونت نه، از یه دونه فونت استفاده کنی، مثلا از طرح و چاپ ها استفاده بکنی، طرح و چاپ بزنی روی کارت، از اکسسوری استفاده بکنی، مثلا فقط نیایی آوتفیت و اینا رو نشون بدی، آوتفیت و فقط لباس و اینا، مثلا دو تا کیف اضافه کنی، یا مثلا یه تیکه کوچولو طلا اضافه کنی، نمیدونم یه دونه مثلا پیرسینگ جای بذاری، یه چیزی که به تو انگیزه میده برای همون مبحث کاری، نباید اینا بی ربط باشه. به دیتیلا بسیار زیاد باید دقت کنی، انقدر باید دقت کنی که حتی این برش دور کادرت، مثلا اگر مربعی یکیش مستطیل نباشه یکیش دایره نباشه، اینا یه جورایی باید بالانس و در عین نامنظمی باید منظم باشه و بالانس داشته باشه. حتی من اینو چند بار انجام دادم، مثلا یه دونه آوتفیت آوردم، سیلوئت دور تا دورش رو یه دونه ماژیک ساده کشیدم. حالا این ماژیک منظورم ماژیک فیزیکی نیست، شما به صورت دیجیتال هم میتونی از اینو براش خاصی استفاده بکنی. یه سری کتاب برای توی کپشن مینویسم، کتابا ترجمه فارسی ندارن ولی همینم که عکس‌ها رو بتونی نگاه بکنی، اگه جای بتونی فری پیداشون کنی و عکس‌هاشون هم نگاه کنی، همین خودش بهت ایده میده که چی کار بکنی. و در آخر یه چیزی که واقعا نمیدونی چی کار کنی، یه جای واقعا گیر افتادی، واقعا زمانشو نداری و میتونی از AI کمک بگیری، یه کانسپت به AI بده، AI بهت میگه چی کارو باید انجام بدیم، مثلا باید فلان طرحو بکشیم، مثلا باید فلان، اگر من بهش بگم مثلا سنگ مرمر، بهت کانسپت هم سنگ مرمر میاد میگه که خب باید از پارچه خشک استفاده کنی، نمیدونم طرحهای مینیمال باید استفاده کنی، کار شلوغ نباید بکنی. خب این تا اینجا به تو کمک کرد، همینم خیلی خوبه دیگه، نمیخواد فکر کنی به جزئیات. و غیر از این مورد حتی اگر نمیتونی بقیه کارشو انجام بدی و طرح نظارتی میخوای بری جلو، اینه که به AI بگی اوکی همینه هست که الان برای من نوشتی، همینا رو الان برام بکش توی صفحه بده تحویل. این کاریه که من برای سدنس انجام دادم، ازش خواستم برام نوشته و بچه‌م بهش گفتم اوکی عکسشو بده، بعد یه عکس بهم داد، گفتم نه از این خوشم نیومد، یه عکس دیگه داد. ولی
اگر میخوای موفق بشی از این طرح استفاده نکن. کاراشو بگیر، تیکه تیکش بکن و جاهاشو متفاوت کن، چون به سرعت نور میفهمن این کار AI هست. چند تا تاچ شخصی، چند تا امضای شخصی بزن. موضوع آخر، چیزی که همه فکر میکنید نتیجه است. چیزی که اونا نگاه میکنن پروسه اتفاقیه که افتاده. مثلا اگر سدنسه، مثلا به من میگن که واو نگاه کن این مثلا تا کجاها رفته، مثلا ناراحتی رو نگاه کرد. مثلا فکر کن من توی سدنسه دو تا عکس خودکشی بذارم، یه دونه مثلا فکر کن یه دونه جوکر میذاشتم، چقدر موضوع متفاوت میشد. باید برید به قول خارجی ها out of box نگاه بکنی، ببینی چجوری همین ناراحتیه رو چجوری میتونی یه جوری دیگه بیان کنی. و بهتون گفتم که پریزنتیشن از همهش مهمتره و امیدوارم که نتیجهتون حاصل بشه. به اضافه اینکه کتابا رو که گذاشتم، سایت ها رو هم براتون میذارم. خیلی 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 مرسی از سپورتی که از من میکنید و خدا نگهدار.